بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و جهان همراه با نگاهی بر آخرین تحلیل ها و گزارش های برخی از مطبوعات اصلی کشور نخست وفق معمول هر شب مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب آن سوی خبر ادامه باستاب های تفاهم هسته‌ای با تازه ترین اظهار موضع رئیس سازمان امنیت مرکزی آمریکا سیا مبنی بر اینکه منتقدین تفاهم متظاهر هستند، ادامه حملات بی امان علیه حوثی‌های شورشی شیعه مورد حمایت ایران در یمن با اعتلاف کشورهای منطقه ای و همزمان اعزام دو کشتی نیروی دریایی ایران به آبهای این کشور و مجرم شناخته شدن جوهر سارنایوف در ماجرای بمبگذاری بستون آمریکا اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب پنجشنبه بیستم فروردین ماه ایرانی است همینک مروری بر شرح جزئیات اخبار برگزیده نخست تأکید آمریکا بر گستره نظارت بر فعالیت‌های ایران سخنگوی کاخ سفید گفت نظارت بر برنامه هسته ایران در تمام طول زنجیره تأمین ادامه خواهد داشت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید کنفرانس خبری روزانه خود می گفت که کاخ سفید یک سند چهار صفحه حاوی جزئیات تعهدات ایران در توافقنامه احتمالی به نمایندگان کنگره ارائه خواهد کرد. آقای جاش ارنست اضافه می کرد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با باک کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا تماس گرفته و با وی درباره مذاکرات هسته ایران رایزنی کرده است سناتور کورکر حامی طرحی است که اجرای توافق هسته ای را به تصویب کنگره منوط می کند. براساس این طرح دولت باراک اوباما باید در صورت حصول هر توافقی با ایران آن را ظرف پنج روز به کنگره ارائه دهد همچنین دولت مجاز نخواهد بود ظرف شست روز پس از توافق و تا زمان بررسی از سوی کنگره تحریم های ایران را لغو یا تعلیق کند جاش ارنست در اظهار نظری دیگر درباره رایزنی های هسته ایران می گفت که در صورت دستیابی ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق نظارت بر برنامه هسته ایران در تمام طول زنجیره تأمین اعم از معادن اورانیوم و کارگاه های ساخت سانتریفیوژ ادامه خواهد داشت. موضوع مورد اشاره جاش ارنست در فکت شیت تهیه شده آمریکا از تفاهم هسته لوزان هم مورد اشاره قرار گرفته است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید می گفت مقامات دولت آمریکا در روزهای اخیر با نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری خواب و دموکرات تماس گرفتند تا مفاد تفاهم هسته ای را با آنان توضیح دهند. ادامه می دهیم آن آنسوی خبر رو با رویدادهای دیگر با همین زمینه و مضمون اعتراض ایران به تحریم تازه اروپا وزارت امور خارجه ایران اقدام اتحادیه اروپا در تحریم مجدد یک بانک و چندین شرکت ایرانی را پافشاری غیر متعارف بر مواضع غیر اصولی توصیف و آن را سؤال برانگیز خواند خانم مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه این اقدام سیاسی و خلاف حسن نیت است اشاره می کرد در شرایطی که مذاکرات ادامه دارد و تلاش ها برای رسیدن به یک توافق جامع در جریان است اقدام اتحادیه اروپایی در فضای جدید متأثر از مذاکرات اخیر لوزان غیر سازنده می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به احکام صادره از سوی دادگاه های اروپا دائره بر موجه دانستن شکایات بانک و شرکت های ایرانی تأکید می نمود که تداوم بیتوجهی اتحادیه اروپا نسبت به تصمیمات دادگاه های اروپایی مایه تأصف است و این گونه تصمیمات به روند جاری گفتگو کمکی نکرده و موجب کاهش اعتماد می گردد. دادگاه حقوقی اتحادیه اروپا روز سهشنبه بر اساس ارائه زمینه های قانونی تازه تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی متعلق به ایران را بازگرداند. بنابر اعلام این دادگاه حکم تحریم مجدد این مؤسسات روز 23 ماه مارس اتخاذ شده است. این تصمیم امروز در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد این در حالی است که در ماه ژانویه 2015 دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا بلوک کردن دارایی های بانک تجارت و چهل شرکت کشتیرانی ایران را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از سوی اتحادیه اروپا لغو کرده بود بر اساس فهرستی که امروز منتشر شد تمامی شرکت های کشتیرانی تحریم شده متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند. دفتر 29 شرکت در آلمان و دفتر 3 شرکت دیگر در ایران قرار دارد. و ورق میزنیم روزنامه های امروز ایران رو با همین موازه. روزنامه ای ایران ارگان دولت در شماره امروز خود میکوشید از ثمرات مثبت سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قوقای تحریم های اتحادیه اروپا به ایران اشاره کند و در یادداشتی با عنوان واقعگرایی فصل مشترک نگاه تهران و آنکارا این گونه تحلیل میکرد که ترکیه به عنوان مرز ایران با اروپا محسوب شود افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک و تبادل هیئت‌های بلندپایه در سطوح مختلف پارلمانی و دولتی میتواند نقش مهمی در فهم صحیح موازه طرف مقابل و نیل به نقاط مشترک ایفا کند روابط ایران و ترکیه روابطی راهبردی و سرنوشت ساز برای مردم دو کشور و کل منطقه خاور میانه است و لذا ضرورت دارد به خوبی از این روابط حراست شود و اجازه داده نشود که برخی موضع ها و اختلاف نظرها روابط استراتژیک دو کشور را تحت تأثیر قرار داده و یا آن را خدشدار سازد اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی مشترک در زمینه های انرژی، حمل و خودروسازی، صنایع پتروشیمی و تسهیل حضور گردشگران می تواند به تحکیم پیوندهای دو کشور همسایه ایران و ترکیه کمک کند و تلاش دشمنان دو کشور را خونسا سازد. ستون نویس روزنامه ایران ارگان دولت در بخشی از این نوشتار با اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان در سفر پیشین خود که گویا اشاره کرد که در سفر قبلی خود ایران را وطن دوم خود نامیده بود و با واکنش شدید برخی مخالفان در ترکیه مواجه شد این بار نیز به دلیل بعضی موزگیری ها نسبت به موازه منطقی ایران با برخی واکنش ها از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد که تحقق سفر وی به تهران را در پرده ابهام فرو برده بود به ماجرای جریانات دلواپس در دو سوی داستان اشاره داشت در واقع روزنامه ایران از منظر نویسنده روزنامه ایران انجام این سفر نشان داد که مقامات دو کشور با وجود برخی اختلاف نظرها در خصوص تحولات منطقه ای بر ضرورت گسترش روابط دو کشور و استفاده از ظرفیت های اقتصادی واقف هستند ادامه آن سوی خبر با جدال فکت شیت ها میانه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران همزمان با درخواست برخی از نمایندگان مجلس ایران برای انتشار فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه پنجه به علاوه یک در لوزان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که این فکت شیت تهیه شده و همکنون در اختیار وزیر امور خارجه است به گفته ی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این فکت شید توسط این سازمان و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و همینطور واحد مرکزی خبر در صدا و سیما آقای دکتر صالحی روز چهارشنبه گفت که این فکت شید برگه جزئیات تفاهم در دست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است و در صورت صلاح دید خود وی منتشر خواهد شد آقای صالحی در پاسخ به این سوال که چرا فکت شیت ایران همزمان با فکت شیت آمریکا ارائه نشده گفت داستان این مطلب بسیار پیچیده است به هر حال این مذاکرات بسیار حساس است و میتواند به هر طریقی دچار آفت شود آقای صالحی ضمن متهم کردن کشور اسرائیل و بعضی کشورهای منطقه به تلاش برای ایجاد اخلال در تفاهم لوزان میافزود لذا تا آنجا که ممکن است چون این مذاکرات حساسی را باید سربسته به جلو برد و اجازه اختلال بهانهگیری و بهانهجویی به کسی نداد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همین راستا تأکید می کرد که وقتی شما اطلاعات را می دهید هر کسی از منظر خود می تواند انگلتی در این اطلاعات بیاورد همین انگلت ها اگر جمع شود ممکن است ابهامات و مشکلاتی ایجاد کرده و یا اصل مذاکرات را نیز با موانع عمده ای روبرو کند در این رابطه مشخص نیز روزنامه های بیشماری به ارائه تحلیل های زیادی پرداخته بودند از جمله روزنامه ابتکار در نقد به گروه های تنروی موسوم به دلواپسان در یادداشتی داشتی در صفحه نخست شماره امروز خود با عنوان آیا مالک ایران دلواپس ها هستند با نقد رفتارهای تند روانه این گروه در تحلیل این رفتارهای تند روانه معتقد بود که در واقع آنچه آنان را به سوی نقد تند و عموما تخریبی سوق می دهد خالی بودن دستشان از دستاوردهای هشت سال دولت همسویشان است. دولت های محمود احمدی نژاد در مدت هشت سال صدارتش بر امور اجرایی کشور نه تنها نتوانست اقبال عمومی در لایه های مدنی جامعه را به دست بیاورد بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی مملکت را نیز از نظم نسبی موجود توهی کرد و موجبات دشوار شدن معیشت مردم و افول سرمایه اجتماعی را در همه سطوح جامعه فراهم کرد این در حالی است که کشور نیز در این دوران هزینه های بسیاری را بابت نامناسب بودن ساختار سیاسی دولت چه در سیاست گذاری های داخلی و چه در دیپلماسی بین متحمل شد دورانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن را با دوران هشت ساله دفاع مقدس یا جنگ بین ایران و عراق مقایسه می کنند و بسیاری از آنها اعتقاد دارند که وضعیت مدیریت در هشت سال دولت اصولگرای محمود احمد نژاد آسیب زاتر از هشت سال دوران جنگ و تجاوز بعثی ها به خاک کشورمان بوده است شایان ربیعی نویسنده و ستون نویس روزنامه ابتکار در پایان با ذکر مصادیقی از تون های این گروه نتیجه می گرفت که فضاسازی های بگم بگمی و اعتراض های پلاکاردی و تجمع های غیرقانونی هدایت شده به نام جنبش های خودجوش مردمی علیه سیاست های داخلی و بین المللی دولت در سالی که با نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است از محصولات همیشگی تون این گروه هاست گروه های موسوم به دلواپسان و در سوی دیگر آن سوی خبر کماکان حمایت ها نیز از بیانیه لوزان از سوی مسئولین بلند پایه جمهوری اسلامی ادامه دارد در تازه ترین واکنش علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نظر مجلس نسبت به بیانیه لوزان و تیم مذاکرات هسته‌ای را مثبت خواند به گزارش خبرگزاری ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آقای بروجردی در سفر به نتنز تأکید کرد که بیانیه سوئیس آغاز راه بود و طی سه ماه آینده طبق چارچوب تعریف شده مسئولان مذاکره کننده هسته ای باید به گفته ایشان به خوبی از حقوق ملت دفاع کنند آقای بروجردی گفت اگر کشورهای پنج به علاوه یک تحریم ها را آنچنان که تعهد کرده ان لغو نکنند مجلس دولت را معذف خواهد کرد تا این مسئله را به پله اول بازگرداند شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر مخالفت خود را با تفاهم هسته لوزان سوئیس اعلام کردند سویه دیگری از رویدادهای هسته‌ای در آن سوی خبر با توسعه نیروگاه اتمی بوشهر مصطفى سالاری استاندار بوشهر گفته است با نتایج به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای بدون شک توفیقات بیشتری در توسعه نیروگاه اتمی بوشهر ایجاد می شود. استاندار بوشهر در ادامه اظهارات خود اشاره می کرد که بر اساس برنامه ریزی قبلی و با توجه به اینکه شبکه سراسری اکنون نیازی به برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر ندارد این نیروگاه از ساعت 23 دیشب به مدت حدود دو ماه از مدار خارج شد تا امکان در مدار بودن نیروگاه در ایام اوج مصرف شبکه سراسری در تابستان سال آینده فراهم شود و اما در ادامه حمایت ها از بیانیه لوزان خبرهای تازه تری می رسد از جمله آیت الله آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی نیز روز چهارشنبه از تیم مذاکره کننده اتمی ایران خواست که جزئیات توافق با کشورهای گروه پنج به علاوه یک شفاف نگاشته شود تا ایراداتی که به گفته ایشان میتواند موجب سوء استفاده بیگانگان شود در آن راه نیابد به گزارش خبرگزاری های داخل ایران صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه می گفت تیم مذاکره کننده هسته ای کار بسیار دشواری پیش رو داشت و باید از روند طی شده حمایت و تقدیر و تشکر کنیم تا تیم مذاکره کننده بتواند در ماهای حساس و سرنوشت ساز پیش رو مسئله هسته ای را به سرانجام صحیح برساند آقای لاریجانی در این حال افزود که این حمایت ها منافاتی با تلاش برای زدودن ابهامات موجود نیز ندارد رئیس قوه قضایی گفت تیم مذاکره کننده در نگارش تفاهمنامه نامه هسته ای نیز با بهرهگیری از دقت و توان خود تلاش کنند تا تفاهمنامه به طور کاملا شفاف نگاشته شود و ابهامات و ایرادات بیانیه که موجبات مشکل و سو استفاده احتمالی بیگانگان می شود در آن راه نیابد آن سوی خبر را ادامه می دهیم با ابعاد تازه بحران یمن با اعزام ناوهای ایرانی به سواحل این کشور جنگ زده بین شورشیان شیعه حوسی و دولت قانونی این کشور رسانه های دولتی ایران روز گذشته از اعزام دو ناو جنگی ایران به خلیج عدن و تنگه باب مقابل سواحل یمن خبر دادند به گزارش خبرگزاری ها اعزام این ناو گروه به منظور تأمین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی در آبهای آزاد انجام می شود این ناو گروه سی و ناف گروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش ایران و شامل ناو لوجستیکی بوشهر و ناو شکن البرز است حبیبالله الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس به رسانه ها گفت که این مأموریت حدود سه ماه طول خواهد کشید. آقای سیاری با اشاره به مأموریت ناوگروه های اعزامی نیروی دریایی ایران به آبهای آزاد به ویژه خلیج عدن دریای سرخ و اقیانوس هند اشاره می کرد که این ناوگروه ها وظیفه اصلی تأمین خطوط مواصلاتی کشور ایران را در آبهای دوردست بر عهده دارند و البته این آمادگی وجود دارد تا در صورت درخواست دیگر کشورها به یگان های آنها نیز کمک کنند خبر اعزام دو ناو جنگی ایرانی به خلیج ادن پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری رویترز حدود دو هفته پیش روز ششم فروردین خبر داد که چهار ناو جنگی مصر از کانال سوئز گذر کرده و برای تأمین امنیت خلیج عدن راهی این خلیج شده ان. ادامه آن سوی خبر با سایر خبرها مذاکرات ظریف در عمان و پاکستان حول بحران یمن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره بحران یمن با مقامات عمان و پاکستان گفتگو کرده است. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف برای دیدار کوتاه عازم مسقط پایتخت عمان شد و پس از چند ساعت مذاکره با مقامات عمانی آزم اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها آقای ظریف در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد پاکستان می گفت ما درگیر افراد هستیم و باید با همکاری یکدیگر بحران یمن را حل کنیم ما معتقد به گفتگوی دو طرف در بحث یمن هستیم در این نشست خبری سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امنیت ملی و امور خارجه نیز شرکت داشت آقای ظریف تاکید کرد پاکستان و ایران باید برای حل بحران یمن همکاری کنند ایشان در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که وی در گفتگو با مقامات کشورهای ترکیه، عمان و اکنون پاکستان درباره بحران یمن در مورد چهار محور آتش بس، کمک های انسان دوستانه، گفتگو و دولتی فراگیر بحث و تبادل و تبادل نظر کرده ایم به گزارش رسانه های پاکستانی اما آقای عزیز در سخنانی در این نشست خبری تأکید کرد که آتش بس تنها راه حل نیست و راه حل فراگیرتر و جامعتری برای تسهیل گفتگوهای که مورد تایید سازمان ملل باشد لازم است تا از آن طریق بتوان برای این بحران راه حل سیاسی پیدا کرد و اما در این میانه درخواست مرزبانی ایران از پاکستان فرمانده مرزبانی ایران از پاکستان خواسته است که مجددان پاسخگوی ناامنی ها در مرزهای خود با ایران باشد فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از بیش از هفتاد فقره درگیری و تجاوز مرزی از سمت پاکستان به داخل خاک ایران در مدت یک سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران شامگاه سهشنبه در مصاحبه تلفنی با یک برنامه تلویزیونی گفت که طبق تفاهم نامه های امنیتی بین دو کشور پاکستان باید اشرار را به ایران تحویل دهد معاون وزارت امور خارجه گفت در حال حاضر کنترل و امنیت مرزهای ایران در جنوب شرق تنها بر عهده ایران است همچنین به گزارش خبرگزاریهای داخل ایران از جمله واحد مرکزی خبر صدا و سیما آقای قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران می گفت هفته آینده هم دو جلسه مهم کمیسیون امنیتی و کنسولی با پاکستان داریم بر اساس گزارش های دریافتی روز دوشنبه گذشته همان گونه که بیشین بینندگان عزیز مستحضرند در منطقه نگور در استان سیستان و بلوچستان حد فاصل میله مرزی 239 پایینتر از جکی گور هشت نفر از نیروهای مرزبانی ایران توسط افراد مسلحی که از داخل پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند کشته شدند. روز چهارشنبه 18 فروردین ما گروه موسوم به جیش در بیانیه‌ای رسما مسئولیت حمله به این مرزبانان را بر عهده گرفت ادامه برنامه آن سوی خبر و مجددا بازخانی چند رویداد داخلی از حوزه های قضایی و دادستانی نخواست نهایی شدن گزارش حمله به علی متحری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از نهایی شدن گزارش حادثه شیراز و ارسال آن به رؤسای قوا خبر داد حسین زرفقاری در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا می گفت ما در این گزارش همه ابعاد کار اعم از زمینه های بروز این حادثه و مجموعه عوامل در رابطه با عملکرد دستگاه ها را بررسی کرده ایم. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور اشاره می کرد دادستانی با توجه به مستندات کار احزار جلب و دستگیری را آغاز کرد و در این رابطه تا کنون ده نفر احزار جلب و دستگیر شدند که هشت نفر از این تعداد افرادی بودند که در میدان گل سرخ شیراز یعنی در صحنه تعرض به آقای متحری نقش اصلی را داشتند این مقام وزارت کشور در ادامه اظهارات خود گفت برای این هشت نفر قرار صادر شده است و حتی بعضی از آنها که نتوانستند وسیقه تعیین شده را تودی کنند چند روزی در تعطیلات بازداشت بودند معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در رابطه با حادثه شیراز هیچ متهمی فراری نیست می گفت صرفا یک مورد بود که فردی خودش را روی ماشین انداخته بود که با پیگیری دستگاه های مسئول و با ردزنی که انجام شد نهایتا این فرد چهار روز پیش دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شد و در سوی دیگر آن سوی خبر احزار مرعشی از مردان نزدیک به خاندان حاشمی رفسنجانی به دادگاه حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران به دادگاه احزار و تفهیم اتهام شد خبرگزاری فارس اتهام آقای مرعشی را ضرب و شتم جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس به نام بهرام امیر حیدری اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان در پی ضرب و شتم جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس یعنی بهرام امیر حیدری در همایش اصلاح طلبان کرمان که در چهاردهم اسفند ماه 93 در خانه در شهر کرمان برگزار شد این جانباز از عناصر دخیل در این حادثه ناگوار از جمله سید حسین مرعشی رو از ایشان به دادسرای کرمان شکایت برد آقای مرعشی معاون رئیس جمهوری در دوره اصلاحات و سید محمد خاتمی بوده است و باز با خبری از قوه قهریه خبری قهریه از قوه قضایی برکناری مدیرامل ایسکانیوز یک منبع آگاه به خبرگزاری ایرنا گفت مدیرامل خبرگزاری ایسکانیوز و بسته به دانشگاه آزاد اسلامی تغییر کرد این منبع که خواست نامش فاش نشود روز چهارشنبه در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است علی قربانی مدیر عامل سابق باشگاه خبرنگاران دانشجوی ایران خبرگزاری ایسکانیوز تغییر و حسین منوری مدیر کل فعلی روابط عمومی دانشگاه آزاد به عنوان سرپرست این خبرگزاری منصوب شد چند هفته پیش یکی از خبرنگاران ایسکانیوز که به عنوان سردبیر این رسانه معرفی می شد در هنگام سفر به لوزان سوئیس پناهنده شده بود این منبع آگاه گفته است آقای قربانی همچنان به عنوان مشاور رسانه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به فعالیت خواهد بود اخبار حوزه قضایی و جدال جناهی را پی می‌گیریم با اعتراض وکیل مهدی هاشمی فرزند در آستانه محکوم و زندان هاشمی رفسنجانی گزارش ها است که وکیل مهدی هاشمی بهرمانی روز چهارشنبه از اعتراض به حکم موکلش خبر داده است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا محمود علیزاده تباتبایی وکیل مهدی هاشمی با بیان اینکه موکلم قبول نمی کرد به رأی دادگاه اعتراض کنیم گفته است که خانم مرعشی مادر مهدی هاشمی خواستار اعتراض به رأی شد وی افزوده است آخر وقت روز گذشته سهشنبه خانم مرعشی والده موکلم از آقای عبال دیگر وکیل این پرونده خواست تا نسبت به رأی دادگاه اعتراض کند آقای تبا تبایی همچنین گفته است خود آقای مهدی هاشمی نسبت به اعتراض از رأی صادره امیدوار نبود اما خانم مرعشی امیدوار است که عادلانه به اعتراض رسیدگی شود و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان برسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود